40 سال بعد از انقلاب ایران، مسائل زنان گرهی که هنوز باز نشده. گفتگو با کارآفرینان زن تاجیک در روز جهانی زن. و در آلمان زنانی پرنفوذ و پرقدرت اما همچنان درگیر مبارزه با بقایای مرد سالاری. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. از تظاهرات علیه حجاب اجباری در 8 مارس سال 57 تا امروز 40 سال می‌گذرد. مبارزه زنان برای حقوق برابر در همه این سال‌ها فراز و فرودهای زیادی داشته. بسیاری می‌گویند انقلاب ایران عقب‌گردی همراه با زور و خشونت علیه موقعیت زنان بود و علی‌رغم برخوردهای حکومت، مبارزه برای حقوق برابر همچنان ادامه دارد و مدام در حال تغییر است. مریم افشین نگاهی کرده به تغییر شیوه زندگی زنان در نقش مادری، استقلال زنان و حجاب اجباری. موقعیت زنان در خانواده و جامعه از چالش‌هایی است که از روزهای اول انقلاب تا امروز برای حکومت ایران مسئله بوده. حکومت تعریف خود را از جایگاه زن دارد و بسیاری از زنان خود را در چارچوب این تعریف نمی‌بینند و برای تغییر شیوه زندگی به دلخواه خود سال‌هاست مبارزه می‌کنند. یکی از مسائل پررنگ کردن نقش مادری و تبلیغ داشتن فرزند و رشد جمعیت است که جدای از اصرار حکومت، فشار خانواده هم کم تأثیر نیست. از شما پرسیدیم اگر زن هستید چقدر در تصمیم برای بچه دار شدن نقش دارید؟ حسین گفته یکی از دلایل اصلی ازدواج بچه دار شدنه، وگرنه ازدواج معنی خاصی نداره جز دردسر. یک کاربر گفته خانواده و کار هیچی، پوشک بسته 80 هزار تومن، شیر خشک 23 هزار تومن، شیشه شیر 45 هزار تومن، کی بچه میخواد؟ و مینا گفته اطرافیان در تصمیم شما دخالت دارن. مادر همسرم مدام تو گوش من از بچه دار شدن حرف میزنه. در شرایط اقتصادی فعلی موافق بچه دار شدن نیستم. آرش گفته الان خانوما هستن که تصمیم میگیرن حامله بشن یا نه و حتی اگر ناغافل حامله هم بشن راحت میندازنش. فرناز گفته باردار بودم، یواشکی سخت کردم چون همسرم اعتیاد داشت. یه پولی قرض گرفتم، الان حتی اون پول رو ندارم که پس بدم. البته علی‌رغم سنت‌ها و قوانین دست و پاگیر موجود در 40 سال گذشته، بعضی تابوها شکسته شده. مثلا تا همین چند سال پیش راحت نبود اگر زنی تصمیم می‌گرفت تنها زندگی کند. نه خانواده پذیرا بود و نه جامعه. حالا هم ساده نیست، اما شدنی تر است. مجرد زندگی کردن برای دخترها از بنگاه معاملات املاکی که میری و می‌خوای خونه رو بگیری، تا صابخونه‌ای که اکثراً مرد هست، تا کسی که وارد منزل تو میشه وسایل تو تعمیر میکنه، تا همسایه ها، همگی کاملاً روی تو زوم هستن، سعی میکنن که اصول خودشون رو به تو تحمیل کنن. پدرم نظامی سپاهی هستش و توی استانی که آذربایجانیان و هم از لحاظ غیرت و نمیدونم هم از لحاظ تفکرات پدری من اصلا این قابل فکر کردن و تفکر اصلا نبود که من تونستم بعد اینکه طلاق گرفتم نقشایی که کشیدم تونستم مستقل زندگی کنم. مسئله مجرد بودنم و نتونستم مطرح بکنم هنوز که هنوز بعد از گذشت 8 سال که از جدایی من میگذره نتونستم شانس دیگه ای رو توی زندگیم پیدا بکنم. این تصاویر از تظاهرات روز زن در 40 سال پیش و تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب است. زنانی که در اعتراض به سخنان آیت الله خمینی که از ضرورت حجاب در مکانهای دولتی گفته بود به خیابانها آمدند. به مدت کوتاهی پس از این اعتراضات حجاب اجباری شد و برخورد با به اصطلاح بد حجابی از دغدغه سران حکومت. اینها پوسترهایی است که در سالهای اخیر بر در و دیوار شهرها تبلیغ حجاب می کرده. همزمان زنان زیادی بی اهمیت به این تبلیغات و برخوردها سبک و سیاق خود را داشتند و بعضی از آنها اعتراضات مدنی خود را به این شکل بیان کردند. دختران خیابان انقلاب، دخترانی که بالای سکوی شهرهای زیادی اعتراض خود به حجاب اجباری را به نمایش گذاشتند.
در 40 سال گذشته هزینه‌های زیادی صرف سرکوب زنان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها شده. هزینه‌هایی که بسیاری معتقدند نه تنها مشکلی را حل نکرده که به گره کوری تبدیل شده. گرهی که بسیاری معتقدند اگر باز شود فرایند دموکراسی و سالم‌سازی جامعه آسان‌تر می‌شود و گره از مشکلات دیگر از جمله توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایران باز خواهد شد. کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان میگوید که سهم زنان در ادارات دولتی این کشور در مقایسه با سال گذشته 5% افزایش یافته و به بیش از 27% رسیده. هرچند در سالهای اخیر شمار زنان افغان در پست‌های کلیدی افزایش یافته، اما نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان در دولت این کشور چندان پررنگ نیست. نجما زلا خبرنگار بی بی سی به بهانه روز جهانی زن به دیدار مقام‌های زن افغان رفته و از دشواری‌های کارشان پرسیده. نخستین شهردار زن افغان در میدان شهر، مرکز ولایت میدان وردک. مخالفانش که نمی‌خواستند یک زن شهردار شود، 8 ماه صد راهش شدند. در نهایت او هفته پیش به چوکیش نشست. این طبیعی است که در یک جامعه مرد سالار، اگر زنی در یک پست کلیدی و مهم کار کند، با مخالفت‌های مردم مواجه شود. اینجا در گوشه ای از پایتخت زن حرف اول و آخر را می زند. در برابر مردانی که برای حل مشکلاتشان به دفتر او مراجعه می کنند. بخش شاروالی یک کمک بر به ما نظر دادن که شما میشه در بخش اداری و اواید کار کنین و بخش اواید ما بسیار دقیق پیش میبرم و از روزی که آمدیم چیز هدایتی که دادیم کسی دمریم نی نگفته و به وقت زمانش کار خود انجام دادن. اروپایی و دو که در دیر معموله دادیم. بلند پایترین مقام زن در دستگاه دیپلماسی افغانستان راه دراز پیموده تا برسد به اینجا. نماینده ای دائمی افغانستان در سازمان ملل. عادله راست که پیش از این حدود 2 سال معاون وزارت خارجه بود، از بی‌باوری جامعه و توانمندی زنان گلایه‌مند است. دشواری های کار زیاد است. اولین دشواری جدی که بر اکثریت خانم‌ها در صحیح کارشون مواجه میشه ای است که ذهنیت عام در قبال خانم‌ها در سطوح رهبری ای است که موقف را که اینا گرفتن به اساس خانم بودن خود گرفتن. در حالی که اگر ما تعداد تغییرات و مقرری های اخیر ببینیم، اکثریت خانم‌ها به اساس توانمندی خود به سمت‌هایی که فعلا و وظایف را که انجام میتن به اوج رسیدن. بیرون از افغانستان، نخستین سفیر زن افغانستان در آمریکا نقش کنونی زنان را در سیاست و اجتماع پررنگ‌تر از هر زمانی می‌داند. امروز زنان افغان در همه رده‌های حکومت، چی قوه اجرایی است، قضاییه یا مقننه، دست بالایی دارند و در مقام‌های بالای اندام نموده و خدمت می‌کنند. با این همه زنان افغان امسال در روز جهانی همبستگی زنان نگرانی تازه‌ای دارند. زمزمه صلح با طالبان و به حاشیه رفتن آنان. نجما زلا، بی بی سی، کابل. در تاجیکستان بیش از 200,000 زن کارآفرین فعالیت می کنند. در شرایطی که بسیاری از مردهای تاجیک به روسیه مهاجرت کردند، بار سنگین معیشت خانواده ها بر دوش زنان است. هر سال ده‌ها زن با استفاده از درآمد شخصی خود و کمک های دولتی به فعالیت های کارآفرینی دست می زنند. خبرنگارمان سهراب ضیا به بهانه روز جهانی زن به دیدن چند زن کارآفرین تاجیک رفته. جانم یادی تو دارم. درسی زبان مادری در نور عرفان، یک مرکز خصوصی آموزشی در شهر حصار در غرب پایتخت تاجیکستان. در اینجا بیش از 200 دانش آموز در کلاس های اول تا پنجم تحصیل می کنند. تقریبا همه مدرسان این مرکز آموزشی زن هستند. این مرکز 5 سال پیش به همت این زن تأسیس شد. همه معلمان از طریق آزمون استخدام شدند. آنها نسبت به آموزگاران مدارس دولتی دستمزد بیشتری می گیرند.
اصلا در مؤسسه ما زنان کار میکنند که شوهرانشان در مهاجرت مهنتی هستند و خیلی هم آموزگاران موفق هستند. اینجا میتوانند که هم به فرزندان مردم تعلیم و تربیت دهند و هم یک خرج خانوادگی خود را از این کاری که در اینجا میکنند برآورند. این مرکز آموزشی یک کودکستان هم دارد که در آن بیش از 120 کودک نگهداری می شود. مرکز آموزشی نوری عرفان اخیراً از بنیاد توسعه کارآفرینی تاجیکستان بیش از 40,000 دلار اعتبار مالی گرفته است تا یک کارگاه خیاطی بسازد. این کارگاه برای شاگردان مدارس لباس تهیه خواهد کرد. کارگاه خیاطی و مرکز فروش نگارستان در شهر دوشنبه. نعیمه جان بابایوا 3 سال پیش 4000 دلار کمک مالی از رئیس جمهوری تاجیکستان دریافت کرد و برای ادامه فعالیت از خوجند به دوشنبه آمد. در 12 سال اخیر مثل او 2250 زن کارآفرین تاجیک کمک های مالی رئیس جمهوری را دریافت کردند. نعیمه جان بابایوا در 3 سال اخیر به ده ها زن و دختر هنری طراحی و دوزندگی را یاد داده است. همه این شیرینی های زندگی برای من از هنر است. هم حلاوت، هم زندگی، هم نان و رزق من می باشد. وقتی که زن هنر داشته باشد، البته در زندگی به هیچ مانعه پیش پا نمی خورد. در کسی رفته محتاج نمی شود. در تاجیکستان بیکاری از مشکلات عمده مردم به خصوص زنان در مناطق روستایی است. این وضع باعث شده تا آنها بیشتر به هنرهای سنتی رو آورند. مثل این زنان که در روستای توده شهر حصار هنرهای گلدوزی و چیل تیکه دوزی یا به قول تاجیک ها خراق دوزی را یاد می گیرند. در خانه شخصی خودم همین کار را ادامه می دهیم، لیکن مشکلی دارد. اما می خواهیم که یکان جای باشد که همه در همون جا کار کنند. درخواست های مکرر این زنان از مسئولان برای اختصاص دادن مکان برای آنها تا به حال نتیجه نداشته است. در تاجیکستان هزارها زن هنرمند مثل اینها برای فعالیت های کارآفرینی با کمک های مالی و حمایت دولت نیاز دارند. البته سال گذشته دولت تاجیکستان 104 نوی هنرهای مردمی را که عمدتاً توسط زنان در خانه هایشان انجام می شود از پرداخت مالیات از فروش معاف کرد. کمک قابل ملاحظه به زنان کارآفرین. حالا طرح قانون در باره هنرهای مردمی در پارلمان تاجیکستان در دست بررسی است. همچنین دولت تاجیکستان مشغول تهیه برنامه توسعه هنرهای مردمی برای 3 سال آینده است. مسئولان می گویند هدف از این اقدام کمک به زنان برای تقویت فعالیت های کارآفرینی آنهاست. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. 6 وزارتخانه آلمان به دست زنان اداره می شود. از جمله وزارت دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 3 دوره بر رقبای مرد خود پیروز شده است. زنان در رهبری 5 حزب اصلی آلمان قرار دارند و بسیاری پست های مهم دولتی را به دست گرفتند. نمایشگاهی به مناسبت 100 سالگی حق رأی زنان در آلمان در موزه زنان شهر بن شما را با تاریخ مبارزات زنان آلمان و مطالبات امروز روز آنان آشنا می کند. با مریم انصاری به دیدن این نمایشگاه برویم. 128 سال پیش زمانی که آلمان هنوز نظامی سلطنتی داشت، دو زن از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان برای اولین بار حق رأی زنان را مطالبه می کنند. روزا لوکسانبورگ و کلارا زتکین. 28 سال بعد، در فوریه 1919 اولین انتخابات پارلمانی در آلمان برگزار می شود. زنان به یک خواست مهم دست یافتند. آنها می توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند. 37 زن از مجموع 423 نماینده به مجلس راه پیدا می کنند. یک پیروزی بزرگ و آغاز راهی دشوار. زنان هنوز باید برای حق آموزش عالی در بسیاری رشته ها، داشتن شغل و درآمد و آزادی های دیگر می جنگیدند. تا 59 سال پیش زنی در آلمان بدون اجازه شوهر حق کار کردن نداشت و حساب و کتاب این درآمد هم در دست مرد بود. حالا این بازدید کنندگان به مسیر سختی می نگرند که در این کشور طی شد تا زنان به وزارت و صدارت رسیدند.
آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپاست. دموکراسی در اینجا پایه‌های قوی داره. دین از حکومت جداست و مذهب حق دخالت در سیاست، زندگی اجتماعی و خصوصی مردم رو نداره. برابری زن و مرد در قانون رعایت شده. با وجود این، زنان آلمانی تا رسیدن به یک برابری واقعی در امور اجتماعی، در سیاست گذاری، در قانون گذاری و در فرصت‌های شغلی هنوز باید تلاش زیادی بکنن. ماریان پیتسن، رئیس موزه زنان آلمان، سال هاست که مبارزات زنان در سراسر جهان را در موزهش مستند می کند. به او می گویم زمانی که به آلمان مهاجرت کردم، تصور نمی کردم که فاصله قابل توجهی میان زنان و مردان در این کشور باشد. خب علتش اینه که هنوز مردها در مقابل زنها مقاومت شدیدی می کنند و نسبت به توانایی اونها تردید دارند. تفکرات کهنه هنوز ریشه عمیقی داره و بسیار مخربه. مثلا قوانین باید طوری تنظیم بشن که مردها رو در نگهداری از بچه سهیم بکنه و به اندازه کافی مهد کودک و مدارس تمام وقت در اختیار جامعه بگذاره. هنوز درآمد زنها 26% از مردها کمتره. مردها شبکه قوی برای حمایت از همدیگه دارن. زنها باید این رو از مردها یاد بگیرن. فضایی که بیشتر به یک کارگاه ساختمانی میماند. چیدمانی از هما امامی، هنرمند ساکن کلن که میگوید مبارزه برای حقوق زنان در تمام دنیا بنایی است که هنوز نیمه تمام مانده است. انتخاب من برای این کار عکسایی بود که این عکس ها صورتاشون پوشیده شده و هویت اینا مشخص نیست و فقط به وسیله کوتاه یا شماره های جغرافیایی که روی اینها هست میتونیم که پیدا بکنیم که اینجا که این منطقه کجا هست یا کدوم کشور هست، چون من فکر میکنم که این یک مسئله نیستش که فقط به یک کشور مربوط باشه. دستانی برگرد کره زمین که آن را تر و خشک میکنند نشانی از ظرافت در آنها نیست، هرچه هست سختی و کار است. چیدمانی از برتا ماریا رتس. نمایشگاه زنانی را در فقر یا رفاه نشان میدهد که در یک نقطه مشترکند، حقوقی که از آنها سلب می شود. در قرن 21 زنان آلمان هنوز برای درآمد مساوی با مردان و تغییراتی به نفع زنان در قوانین می جنگند. برای تغییراتی که زمین ساز سهم برابر زنان در اداره سیاسی کشور و موقعیت‌های شغلی شوند. ماریانه پیتسن می گوید این برابری در مشاغل دولتی در آلمان تا حدود زیادی برآورده شده، اما زور سرمایه و بازار آزاد هنوز بر قوانین می چربد. مریم انصاری، موزه زنان شهر بن. در افغانستان بمب‌گذاری‌های هدفمند، حملات انتحاری و آدمربایی از تهدیدهای روزمره به شمار می‌رود. اما تلاش برای نجات یافتن از این اتفاقات افغان‌ها را به راه حل‌های تازه‌ای نزدیک کرده. کاوون خموش در کابل نگاهی انداخته به اینکه افغان‌ها برای نجات جانشان چطور دست به دامن فناوری شدند. البته تنها ناامنی نیست، بحث شکم و غذای هوسانه هم هست. هیاهوی زندگی در کابل، یکی از شلوغ‌ترین و ناامن‌ترین پایتخت‌های جهان. وحشت زندگی در کابل را پشت این دیوارهای بلند امنیتی در تنگنا قرار داده. از ترس انفجار و آدمربایی و صدها رویداد جنایی. این طرف دیوارها اما تعداد دنبال راه و چاره افتادند تا به جای بلند کردن دیوارهای امنیتی با کمک فناوری نو دیوارهای ایمنی مجازی ایجاد کنند. یکی از اپلیکیشن هایی که طراحی کردند برای جلوگیری از دزدی خودروست. اپلیکیشن با کمک جی پی اس و حسگرهای هوشمندی که در در و پنجره و سیستم داخلی ماشین نصب می شود می تواند برای خودرو محوطه سبز یا مسئول طرح کند و در صورتی که کسی غیر از صاحبش آن را جابجا کند، برق و سوخت ماشین به طور خودکار و یا کنترل از راه دور متوقف می شود و از کار می افتد. اما مشکل اصلی تنها دزدی خودرو نیست. در کنار سایر مشکلات در افغانستان، آدم ربایی به یکی از چالش های اساسی پایتخت نشینا تبدیل شده. اما این گروه روی نرم افزارها و اپلیکیشن های کار میکنن که میتونه به کمک این دستگاه کوچک و یک سیم کارت عادی کار کنه و جان افراد نجات بده. اپلیکیشن درک در کابل نسخه هم برای مسئولیت خبرنگاران و جلوگیری از کودک‌ربایی طراحی کرده که عمده مشتریانش سازمان‌ها، سرمایه‌داران و تاجران افغان و اعضای دولت‌اند.
این دیوایس سیم کارت میخوره به طفل در کمربند یک جای مخفی نصب میشه، در حالت خطر میتونه ساس بتن کلیک کنه و با 3-4 نمبری که داره با اپلیکیشن نوتیفیکیشن ایمرجنسی میه که طفل در کجا هم رای خطر روبرو میشه. اما در شهری با جرایم زیاد جنایی مثل کابل، این اپلیکیشن ها بدون همکاری نیروهای امنیتی و پلیس در خیلی از موارد کارایی چندانی ندارن. اما دور از دنیای آدم‌ربایی و ردیابی، کابلی‌ها اپ‌ها را برای کارهای روزمره هم استفاده می‌کنن. یکیشان زود زود است. اپی برای سفارش غذا و مواد خوراکی. در قلب کابل، این رستوران منتو می‌پزه. غذای هوسانه‌ای لذیذ از خمیر و سبزی و گوشت. همزمان موتوری شرکت سفارش غذا به رستوران می‌رسه تا منتو را به خانه مشتری برسانه. اما کابل شهر بزرگ است و زود زود و اکثر رستوران ها در تمام شهر شعبه ندارند و خیلی وقتها وقتی مشتری غذای سفارش میده تا غذا به مقصد میرسه سرد میشه و از دهن میفته. برای انتقال سفارش ها زود زود پولی از رستوران ها میگیره و 50 افغانی یعنی کمی بیش از نیم دلار از سفارش دهنده. این امکانات برای هر کسی در کابل میسر نیست و 50 افغانی هم میتونه برای بعضی ها در این شهر پول یک وعده غذا باشه. کاوون خاموش، بی بی سی کابل. 12 اسفند یا 3 مارس روز جهانی حیات وحش است. تمرکز روز جهانی حیات وحش امسال روی موجودات دریایی بود که از قربانیان اصلی توسعه طلبی انسان‌ها محسوب می‌شوند. تغییر اقلیم، شکار و فرهنگ مصرف‌گرایی از عوامل اصلی نابودی حیات وحش هستند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. تا 6 پیش روزی به اسم میلیاردها جاندار دیگری که زمین را با آنها سهیم هستیم نداشتیم. روز 12 اسفند، 3 مارس، در زمانی به عنوان روز جهانی حیات وحش نامگذاری شد که انسانها 6 انقراض بزرگ را کلید زدند. یعنی 6 باری که یک موج بزرگ انقراض در زمین و آب و هوا باعث از بین رفتن دیگر موجودات زنده شد. با این تفاوت که این بار بانی نابودی 50% گونه‌های جانوری در 40 گذشته بشر بوده است. به جای اینکه اول بهش یک گلوله بزنن که صدا شنیده نشه، اول ستون فقراتش رو میشکنند که فلج بشه، بعد آجش رو میبرند. از کشتن یک فیل در آفریقا در هر 15 به خاطر آجهایش، تا تخریب زیستگاه‌های اورانگوتان‌های اندونزی به خاطر روغن پالم، تا سلاخی پلنگ‌های آسیایی به خاطر پوست، کره زمین در برگیرنده میلیون‌ها گونه جانوری است که نتیجه میلیون‌ها سال تکاملند. اما انسان‌ها نه برای بقا که به اسم تفریح و سرگرمی این گونه‌ها را زجرکش کردند. اینجا در چین علاقه به سوپ باله کوسه باعث صید میلیون ها کوسه فقط برای بریدن باله آنها و بازگرداندنشان به دریا شده. نمیدونم به کجا داریم میریم. 3 جاندار، 3 حیوان زنده بی جان شدن. علاقه برای به رخ کشیدن پوست خز در صنعت پرزرق و برق ولی فریبنده مد، رنج بی اندازه را به گونه های دیگر تحمیل کرده. سنتی ستارخان توی لباس فروشی همین امروز. اما بزرگترین خطر برای حیات وحش بیرحمی مستقیم انسان ها نیست، بلکه عوامل جانبی است که نتیجه توسعه ناپایدار بوده. از تغییر اقلیم و گرمتر شدن زمین که حاصل مصرف بیرویه سوخت های فسیلی است، تا تصادفات جاده ای که سالانه 100,000 جانور وحشی را به کشتن می دهد. تمرکز روز جهانی حیات وحش امسال حفظ گونه های آبزیست. اما از اقیانوس اطلس گرفته تا دریای عمان، صید عمیق باعث به خطر افتادن منابع غذایی دریاها شده. و این به غیر از آسیب هایی است که در نتیجه مصرف بیرویه پلاستیک و رهاسازی آن در آبها تا 100,000 به زندگی آبزیان آسیب وارد می کند. این جلسه ای که امروز با حضور سران سیرالیون برگزار شد، کورسوی از امید در میان موج انقراض بود. من بدین وسیله شامپانزه را به عنوان حیوان ملی سیرالیون اعلام می‌کنم. شاید و تنها شاید هنوز برای گونه‌های مثل شامپانزه و پاندا و یوزپلنگ فرصتی باقی مانده باشد. ولی دانشمندان می‌گویند 100 گونه ناشناخته روزانه از بین می‌روند.
در بعضی موارد انسان‌ها دست به کار شدند و زنگ‌های خطر را به صدا درآوردند. از تشکیل کنوانسیون‌های برای منع صید نهنگ گرفته تا مبارزه با قاچاق حیات وحش که بعد از اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت خونین و پرسود در جهان است. اما در نهایت بهترین راه نجات حیات وحش از ورطه نابودی کارهایی است که نباید کرد. نخریدن، شاهروبا رو داشته باشه، نپوشیدن، این 98مه واقعا، نکشتن، نخوردن، تزیین نکردن. سیاوش اردلان، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.